گل بی عیب خداست، قضاوت کار هر کسی نیست. یه کتاب از رو جلدش قضاوت نکن. من قضاوت نمی کنم، تو قضاوت میکنی. ممنونم، شما هم قضاوت نکنید. همینطوری که میبینید روی میز چند تا وسیله است که هر کدوم داره ممنونم خوراکی روی میزه، داره ظاهرهای گوناگون و محتویاتی شبیه به هم و یکی هستند. پس ما میریم قضاوتشون کنیم، با ما همراه باشید. من آبتینم. منم علیرضا. اینجا سمزل است. اینجا سمزل است. سمزل. اون خوراکیه که رو میز بود وقتی میریزیمشون تو ظرف دیگه از همدیگه قابل تشخیص نیستن. اینجا ما پیش غذا داریم، غذا داریم و چند مدل سس و نوشیدنی. اینا رو قراره که آبتین بینشون انتخاب بکنه با افکت تصویری و امتیازشون بگیره، ولی من ریختمشون تو ظرف و دیگه هر کدوم که آبتین انتخاب نکرد رو من مجبورم بخورم. حالا الان با پیش غذا در خدمت هستیم، آب میوه و یکیش انبس و یکی دیگه هلو. شما بدون اینکه بو بکنی، بو کردم اما بدون اینکه بو بکنی بعد تشخیص بدی و بعد بخوری ببینی درست گفتی نه، باید بو کنمش. خب همونطور که میبینین ظاهرن کاملا یکی هن، ولی باطنن جلد کتاب. من ترجیح میدم با شروع قضیه انبه بخورم. خب چون گرمیه. حالا باید بگید انبه کدومه؟ به نظر من انبه اینه. بخور. حتی نمیفهمم انبه است یعنی نیست. هلوه. مطمئنی؟ آره اون هلوه. فرق هلو و انبه رو نمیدونم، خودش قشنگ هلو بود، خراب کردم. خب امتیاز این مرحله از دست داد. بریم با غذای اصلی برمیگردیم. شمجوله. خب با غذای اصلی و مخلفاتش برگشتیم پیشتون. دو مدل غذای اصلی داریم، تون ماهی و بوغلمون. و چهار مدل نوشیدنی، ام از شیر، دوغ، آب و اسپرایت. و دو مدل سس داریم، سس تون و سس معمولی. حالا شما غذای اصلی چی دوست داری و کدوم انتخاب میکنی؟ بنده ترجیح هم به عنوان یک انسان گشنه که از تو هیچی نخورده و دوست نداره بیماری معده‌ای بگیره اینه که بوغلمون، سس تند، نوشابه و دوغ رو داشته باشم، چون مطمئنن ترکیب تون ماهی، شیر و آب و سس بدمزه است. راست میگه. و هر کدومو که تو انتخاب نکنی گفتم که من بعد بخورم. متاسفانه امیدوارم که انتخابای بدی داشته باشیم. بریم برای انتخاب بوغلمون. کدومش بوغلمونه به نظرت؟ اینو انتخاب میکنم به عنوان بوغلم. بوغلم. خب سس تند یا سس تون خواسته بودی؟ سس تون میخوام. سس تندت هم انتخاب کن، امتحان کن ببین که بوغلمونه یا کلمون. من به عنوان سس تند اینو انتخاب میکنم. اون به نظر سس تند. بله. خب بفهم. ممنونم. میشه اینا رو بذارید اون بر؟ من دستم بغنده. بفهم. شما هم بفهمید. خواهش میکنم. بفهمید. اومدیم بخوریم. ببینیم که حتی اسم میگم بوغلمون با تندم خوشمزه نمیتونه باشه. نکنه واجی سوس. همینجوری قضا روتینی نیست. نکنشه ویل کن. چی بود؟ خود ماهی خودش با سوس نه. درست انتخاب کرد. سوسش تنده؟ سوس رو اشتباه انتخاب کردی. این سوس تنده ولی اون بوغلمونه. خب بریم بقیهش هم انتخاب کن. نوشیدنیات هم انتخاب کن و در آخر هم که دیگه مجموع همه رو بخور.
یکی از اینا شیره، یکیش دوغه. شما 100 درصد دوغ می‌خوای دیگه؟ 100 درصد. از همش که صافتر دوغ و شیره. چون هیچ فرقی نمی‌کنم. واقعاش بکوبم اون هر کدوم گاز داد نوشابه‌ای میام نوشابه. گاز نداره. احمق که نیستم که بدون گاز داره. خیر بدون گازش. آبدی بی گاز مثل شیر بی دم میمونه. متأسفم. با دم شیر بازی نکن. چرا متأسفم؟ من اینو میخورم. اینو میخوای؟ اینو خور. آره. اون به نظر دوغه؟ آره. یه لحظه. یه لحظه. تو چرا بخوری آقا؟ همزمان. یک، دو، سه. دوغ اینه. و تو مجبوری با بوغلمونت شیر بخوری. مقویه، کلسیم داره. من با عنوان نوشیدنی دوم که بین آب و نوشابه است اینو برمیدارم. لیوانتو بردار. نوشابه میخواستی دیگه؟ بابا اینم که آبه. خدا رو شکر تو نوشیدنی و غذا همه چی تک میگه. خدا رو شکر فقط تونستم بوغلمون رو حدس بزنم و از این بازی تو فقط اسفالش میبرم خونه. اسفالش میبرم. خب ما میخواییم که شما دلتون بخواد و بله واقعا به نظر من اه 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 به به چطور بگم این بابا دنیای دیگه. چرا علی دروغ میگه؟ پیشنهاد میکنی؟ حتما. آره اگه میخواییم دوستتون رو حتما بهترین نوشیدنی ها اینجاست. وزیش من سالم تر زندگی میکنم. سس معمولی دو نیست که گاز باشه رو شیره آب من نمیگیرم. از کجا من ماهی خوار نداشته باشه؟ این خوار ماهی بوغلمون مگه کنسرو داره؟ منم واقعا ندیده بودم ولی از اینکه دیدم خیلی خوشحال شدم. شما یه چیزی شبیه ماهی پیدا کردم. ناگهان زدیش کنار، زیرش پیاز هم هست حتی. شانس آوردیم که دیده نشد. البته تو که اون درست گفتی. چجوری؟ چیو؟ از کجا فهمیدی؟ بوغلمونم اون یه خردتره. اون یه خورده خردتره. من یک تکنیکی که زدم یه ذره با چنگال رو ریشیش کردم که شبیه این بشه ولی نشد. یا قرآن تو این آبه چی هستش؟ چربه. دست فکر... چرب بود خود بشون. واقعا پیشنهاد نمی کنم این کار رو تو خونه انجام ندید. باده 18 سال هم نبینن. مرسی. مواظب خودتون باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه یک بار دیگه با بیماری های متفاوت در کنارتون بودم. ایشالله هفته دیگه سعی میکنیم یه قسمت از عضوهای بدنمون رو قطع کنیم. تا درودی دیگر. نه 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 اجازه بدین یه شعر بگم بعدم. خیلی دوست داشتم یه شعر بگم. پیرزن میرفت به گردش، پیرمرد گرفت و خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین و حتما لایک و سابسکرایب و اینا فراموش نشه. خدافظ. خب مامانش حالت بوده باباش پیشی واقعا زشته. مرسی گارسون. تو خواهی بفرده امه اون خواهی نمیخوادی شد.